سلام به کانال مدیا تیوی، خوش اومدید. در این ویدیو بازیگران محبوب زن ترکی رو که اصالتاً ترک نیستن رو براتون آماده کردم، پس با من همراه باشید. نور فتاح اوغلو. نور از شخصیت‌های اصلی و مهم سریال عشق ممنوع که در کنار برنساد و کوانش تاتلوتوغ شناخته شد و با حضور در سریال حریم سلطان به یکی از بازیگران مطرح تبدیل شد. نور در آلمان به عنوان فرزند چهارم خانواده به دنیا اومده. پدرش معمار اهل آلبانیا و مادرش خونه‌دار و اهل کوزو می باشد که به ریزه ترکیه مهاجرت کردن. آسلی انور یکی از بازیگران پرطرفدار ترکیه‌ای هست که در سال 2014 با بازی در سریال گم شده به اوج شهرت رسید. او فارغ التحصیل رشته تئاتر و در سال 2012 با بیرکان سوکولو بازیگر ترکیه‌ای ازدواج کرد و بعد از 3 سال به صورت رسمی از هم طلاق گرفتند. پدر آسلی اصالتاً از ترکای اهل قبرس هست که متولد لندنه و مادرش برای تحصیلات به انگلستان رفته و اونجا تو لندن آشنا شدن و ازدواج کردن و آسلی هم همونجا تو لندن به دنیا اومده. فهریه اوجن. خانواده مادری فهریه از اهالی قوم چرکس و خانواده پدریش از مهاجران ترک و اصالتاً اهل شهر کاوالا هستند. و فهریه در کشور آلمان به دنیا اومده و تو رشته جامعه شناسی تحصیل کرده و زمانی که برای تعطیلات به ترکیه اومده بود توسط اوی آیدوغان کشف میشه و در سن 19 سالگی به ترکیه برمیگرده و ماجرای بازیگری شروع میشه. از نقشای مهم فهریه به بازی در سریال چکاوک، برگ ریزان و سعید و شورا میتوان اشاره کرد. ایرم حلواجی اوغلو. ایرم در 13 بهمن 1368 در یک خانواده ترک در آلمان به دنیا اومده. پدرش افسر هوانوردی و مادرش خانه داره. ایرم به خاطر شغل پدرش تو سن 1.5 سالگی به ترکیه برگشتن. او فعالیتش رو ابتدا با تئاتر کودکان شروع کرد و وارد مدلینگ شد. سپس در سن 20 سالگی جلوی دوربین رفت و در سال 2012 با سریال حریم سلطان چهره‌اش شناخته شد. ملیسا آسلی پاموک. ملیسا فارغ التحصیل رشته عکاسیه که از 13 سالگی بازیگری رو آغاز کرده و با سریال عشق بی پایان به شهرت رسید. پدرش کادیر استاد دانشگاه و مادرش ترکان اهل قطره. ملیسا در هلند به عنوان فرزند اول به دنیا اومده و سال 2011 از 20 سالگی ساکن استانبوله، ولی خانوادهش همچنان تو هلند سکونت دارن. این بازیگر زیبای ترک کار مدلینگ رو از 14 سالگی آغاز کرده و در مسابقه دختر شایسته ترکیه نفر اول شده. آلینا بوز. آلینا برای اولین بار با سریال پرستار جسور به دنیای بازیگری قدم گذاشت و در سال 2014 با سریال گوزل شناخته شد. مادر آلینا بوز اهل روسیه و پدرش از ترکای اهل بلغارستانه و آلینا در مسکوی روسیه به دنیا اومده و تا سن 7 سالگی در یکی از روستاهای حاشیه مسکو زندگی میکرده. او به دلیل کار پدرش که راهنمای تور به زبان روسی بود به استانبول ترکیه مهاجرت کرد و زبان ترکی را در ترکیه یاد گرفت. فرح زینب عبدالله. فرح برای اولین بار با سریال روزی روزگاری در سال 2010 جلوی دوربین رفت و بعد از اون در سریال های معروفی همچون سعید و شورا و حریم سلطان به هنرنمایی پرداخت. پدر فرح به نام عثمان از ترکای عراق هست که در سنین کم به خاطر جنگ به ترکیه مهاجرت کرده. مادر فرح گولای نام داره و اصالتی مقدونیه‌ای داره. پدر فرح به خاطر علاقه زیادش به فرح پهلوی نام فرح رو روی دخترش گذاشته. خانواده فرح در حال حاضر ساکن انگلستان هستن، ولی خود فرح در استانبول زندگی میکنه. هازار ارگوچلو. هازار که در سال 2010 به صورت حرفه‌ای با فیلم سایه ها و صورت ها به دنیای بازیگری قدم گذاشت، در قبرس به دنیا اومد و پدرش سلیمان روزنامه نگار یکی از روزنامه های قبرس و مادرش نشه مدیر شبکه بیارتی قبرس است. از فیلم ها و سریال های دیگر هازار، سریال کوزه گونه و فیلم دنیای من میتوان نام برد. امینه گولشه. امینه در سال 2014 در مسابقه زیبایی دختر شایسته ترکیه نفر اول مسابقات میشه.
مادر امینه گلچه اهل ازمیر ترکیه بوده و پدرش اهل عراقه. پدر امینه که ورزشکار و پرتاب کننده دیسک در تیم گالاتاسارای بود به سوئد ترانسفر میشه و امینه در این کشور به دنیا میاد. این بازیگر زیبا در سال 2013 به همراه مادرش به ازمیر برمیگرده و وارد عرصه مدلینگ میشه و بعد اون به عنوان بازیگر مهمان در سریال جزرومت حضور پیدا میکنه و با سریال هرگز تسلیم نمیشوم به شهرت میرسه. نسرین جوادزاده. نسرین جوادزاده بازیگر معروف سریال سیب ممنوعه، متولد 8 مرداد 1361 که در سال 2007 به دنیای بازیگری قدم گذاشته. او در باکوی آذربایجان به دنیا اومده. مادر نسرین پزشک اطفال بوده و موقعی که نسرین 11 سال داشت به همراه مادرش به استانبول مهاجرت میکنه. ازگه گرل. این بازیگر و مدل زیبای ترک از پدری با اصالت چرکسی، قفقازی ساکن روسیه و ترکیه و مادری اصالتاً ترک از شهر تسالونیکی، دومی شهر بزرگ یونان، در یونان به دنیا اومده. مادر ازگه خانه‌دار و پدرش بازنشسته هست. ازگه برای اولین بار با سریال دخترم کجاست به دنیای بازیگری قدم گذاشت. نسلیهان آتاگول. پدر این بازیگر سرشناس راننده و مادرش یک زن خانه‌داره. اصالت پدری نسلیهان به قوم چرکس ها برمیگرده و مادرش بلاروسیه. نسلیهان برای اولین بار با سریال معروف برگ ریزان جلوی دوربین رفت. سینم امسال. سینم اولین بازی خودش رو در سال 2017 با سریال معروف عشق سیاه و سفید به نمایش گذاشت. او در یک خانواده 4 نفره به دنیا اومده. پدر سینم اصالتاً اهل جمهوری آذربایجان و مادرش از اقوام چرکسیه. دوستان عزیزم، ممنونم که با من همراه بودین. اگه از این ویدیو خوشتون اومده لایک کنید و برای دیدن ویدیوهای بیشتر یادتون نره کانال مدیا تیوی رو سابسکرایب کنید.